بابک جان بفرمایید. خیلی ممنونم وحید عزیز گرامی. عرض کنم که الان نوبت میرسه به آقای ایمان سلیمانی عزیز. فکر کنم خیلی از دوستان عزیز ما بشناسن ایشونو، اگرم آشنایی ندارن تو یوتیوب کافی اسم ایشونو سرچ کنن. هم با نهاد اکس مسلم برنامه داشتن، هم با جمهوری بی خدایان، و همچنین که تو کانال یوتیوب خودشون هم بارها صحبت های خیلی زیبایی در مورد اسلام و تاریخ اسلام بیان کردن. عرض کنم آقای ایمان سلیمانی عزیز، ما در خدمت شما هستیم. درود بر شما، صدای منو دارید؟ بله بله بله. درود بر شما، عرض احترام هم دارم خدمت همه عزیزانی که در این روم تشریف دارن. خب من سخنان دوستان و عزیزانی که دفاع میکنن از اسلام رو نشنیدم، و خب طبیعتاً اگر در طول بحث عزیزانی نکاتی رو گفتن که شاید شایسته پاسخ باشه بفرمایند که من در خدمت خواهم بود. اما برای اینکه جایگاه زن رو در اسلام به نوعی عنوان بکنم، یک روایت میخوانم از شیخ صدوق که از علمای بزرگ شیعه هست. کتاب من لا یحضره الفقیه او جزء کتب اربعه شیعه هست. از دل اون احکام رو استخراج میکنم، و ایشان یک کتاب دیگری هم دارد به نام علل و شرایع، که در اون جایگاه علت آن چیزی رو که شارع تشریع کرده بیان میکنه. مثلا دلیل عقلایی عقلانی میخواهد بیاورد در این که چرا مثلا زنان چنین جایگاهی رو دارن، چرا حیوانات چنین آفریده شدن، چرا جهان این گونه هست. در مورد همه این مسائل داد سخن داد. من یک روایتی رو میخوانم که ایشان آورده. این روایت هم در علل و شرایع هست و هم در من لا یحضره الفقیه. یعنی دوستان نفرمایند که علل و شرایع ما جزء کتب اربعه نیست. این روایت رو شیخ صدوق در هر دو کتاب آورده. روایت برمیگرده به علی ابن ابی طالب، و حالا من این رو میخوانم. جایگاه زن نزد امام اول شیعیان، که خب میتواند معرف خیلی از چیزها باشه. ایشان اشاره میکنه و من حالا خب راویان رو کنار میگذارم، اصل روایت رو میخوانم. مردی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام از همسرانش شکایت نمود. علی علیه السلام به خطبه ایستاد و فرمود. خب میدانید علی ابن ابی طالب خطبه خانی های او زمانی است که او حاکم جامعه اسلامی است در کوفه، و حالا به عنوان یک امام داره سخن میگه. یعنی امامی که هم جایگاه خلافت رو داره. یعنی از ترس و تقیه نیست که حالا برخی ها بگن که بله ایشون حالا تقیه کرده یا از ترس چنین گفت. در هیچ حال اطاعت زنان را نکنید. خوب کلمات دقت بفرمایید. در هیچ حال اطاعت زنان را نکنید و ایشان را بر مال خود امین ندانید، و وا مگذاریدشان که امر واجب و نفقه هایتان را به عهده گرفته و آنها را اداره کنند. واجب النفقه مثل فرزندان یا پدر و مادر پیری که شخص داره، نباید اداره امور اینها رو به همسرش بده. چه آنکه ایشان را اگر به اراده خودشان واگذارید به مهالک کشیده شده و از مالک سرپیچی می کنند، زیرا ما ایشان را این طور یافتیم. یعنی ظاهراً از نظر علی ابن ابی طالب همسر او فاطمه، دختران او زینب و دیگر دخترانش همه همین گونه هم هستند. یعنی فرق آنچنانی میان زنان نیست. ادامه میده امام اول شیعیان. زیرا ما ایشان را این طور یافتیم که در هنگام نیاز تقوا نداشته و هنگام طغیان شهوت صبر و شکیبایی ندارند. تکبر و فخر ملازم ایشان بوده اگرچه بزرگ باشند. عجب و خودپسندی همراهشان است اگرچه عاجز و ناتوان به نظر بیاید. هنگامی که از نعمت کم ممنوع شوند، شکر نعمت زیاد به جا نیاورند،
خیر را فراموش کرده و شر را نگاه می‌دارند. پیوسته گرفتار بختان بوده و متصل و به طور مستمر در طغیان و سرکشی به سر برده و در خدمت شیطان روزگار سپری می‌کنند. ولی با این حال در هر حال با ایشان مدارا کرده و سخن نیکو به آنها بگویید، شاید بدین وسیله کردارشان پسندیده شد. در علل و شرایط جلد دوم صفحه 639 تا 641 آمد. بسیار. این نوع نگاه در واقع استثناء پذیر نیست، اما دوستان مسلمان ما فقط از این روایت ها یک بخشی رو میخوانن. حالا من اون قسمت رو جدا میکنم و عرض میکنم. مثلا میگویند با ایشان مدارا کرده و سخن نیکو با آنها بگو. این نشان میدهد که جایگاه زن چقدر بالاست، در حالی که کل روایت رو که از صدر تا به ذیل اهانت به زنان هست مخفی میکنند. فقط آن بخش که به نوعی سعی میکنه بگوید که این زنان درست بشو نیستن، شما مجبور هستید یک جوری با آنها مدارا بکنید، شاید با این وضعیت بهتر بشوند، همون رو برجسته میکنند و اشاره میکنند. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. یک وقتی به بنده میدید برای پاسخگویی؟ حتما ناصر عزیز، ولی یک لحظه. آره دیگه آقا، ایشون آفر آخر بدم، همین الان میتونیم صحبت کنیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت این جناب آقای ایمان، خوشحالم از آشنایی باهاشون. بنده الان قریب 3 ساعت 4 ساعت در خدمت دوستان هستم در رد ادعای علیه اسلامی راد میشه و دفاع از اعتقادات خودم. اون حدیثی که شما فرمودی، اولا که بنده عرض کنم تمام احادیثی که در من لا یحضر یا علل الشرعی هست برای ما حجیت نداره. ما برای پذیرش احادیث یک سری ضوابطی داریم. صدای بنده میاد؟ بله دوست گرم. بله دوست گرم. صداتون. یک سلسله ضوابطی داریم. من فکر می‌کنم اولش صدا نمیدونم چرا برمیگرده. بله. اوکی. ما برای پذیرش احادیث یک سلسله ضوابطی داریم. یک بحث اینه که سند حدیث رو بررسی بکنیم. یک بحث اینه که اون روایت رو عرضه بکنیم با قرآن، که اگر با قرآن در تعارض بود ما اون حدیث رو میندازیم دور. در روایت اومده اون حدیث رو آتش بزنید. این روایت رو من عرضه میکنم به قرآن. نکنید من دوست عزیز، من ابتدای عرایزم 4 ساعت پیش درباره زن در قرآن صحبت کردم. ما وقتی اسم زن رو میاریم 4 حالت متصوره: زن به عنوان انسان، زن به عنوان دختر، زن به عنوان همسر، زن به عنوان مادر. زن رو به عنوان انسان بخوایم بررسی بکنیم، قرآن میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. هر کس عمل صالح انجام بده ما اون رو عاقبت به خیر میکنیم، سعادت دنیا و عقبی بهش میدیم، چه زن باشه چه مرد. یاد عرض کردم اینو بارها گفتم، قرآن اشاره میکنه به مردان مؤمن، میگه برید از آسیه پیروی کنید. آسیه اسوه شما، امرأت فرعون، کسی که در کاخ فرعون زندگی کرد ولی ایمانش رو حفظ کرد. قرآن در سوره احزاب وقتی صفات افراد خوب رو بیان میکنه، میگه اونا کسانی هستند که نماز میخونن، انفاق میکنن، راستگوان، متدینه هستند و اونها کسانی هستند که بهش نصیبشون میشه. همه این صفات رو یک بار میگه مؤمنین، یک بار میگه مؤمنات، یک بار برای خانم ها میگه، یک بار برای آقایون. فلذا نکن شأن انسانی زن و مرد هیچ فرقی نداره، برخلاف اون چیزی که در فلاسفه یونان میگفتن که زن موجود برزخیه، برخلاف اون چیزی که یهودیت اعلام میکنه. فلذا باید روایت اول عرضه بکنیم به قرآن. خب دوما من یک حکمی رو بیان بکنم، این حکم فقهیه، یعنی یک بحث فشرده فقهی اصولیه، من به زبان ساده میگم. ما یک حکم احکامی که در اسلام اومده، یک بار میشه گفت حکم مولویه، بعضی از احکام احکام ارشادی. حکم مولوی چیه؟ حکمی که ابتدا به ساکن خداوند تشریع میکنه، قبلا سابقه نداشته و جنبه تعبدی داره. مثلا عدم صلات، نماز بخونید، این یک حکمی که خدا بر بیان کرده، تعداد رکعاتش هم مشخصه، کسی نمیتونه در این خدشه بکنه. بعضی از احکام احکام ارشادیه، یعنی خداوند متعال اون احکام رو نازل نکرده، بلکه پیامبر، بلکه امامان مردم رو توجه میدن به یک مسئله عقلایی عرفی، یک مسئله‌ای که در عرف اون زمان رایج بوده. مثلا یک حدیث میخونم از امیرالمومنین روایت، میگه با اهالی سودان مشورت نکنید.
گویا یک سودانی ها، حالا یک طایفه ای، حالا دقیقا خاطرم نیست، مشورت نکنید اینها رأیشون سسته. آیا سودانی ها مشخصه ای دارن؟ یعنی خدا گفته با سودانی ها گفتگو نکنید، ما مشورت نکنید؟ نه خیر، این به خاطر شرایط اون روز بوده. سودانی ها گویا سواد کمتری داشتن، امیرالمومنین میگه خواستید تجارت بکنید با اینها مشورت نکنید. مثل اینکه الان شما در یک کشور زندگی میکنید، میگید از فلان محله خرید نکن. چرا؟ چون مثلا جنس بد بهتون میدن. آیا 200 سال بعدم این حکم سر جای خودش باقیه؟ ناصر جان، ممنونم، میکروفونت بازه، صدا برمیگرده. شما وقت خیلی وقت تموم شده، من از عمدن قطع نکردم چون احساس کردم طلب میکنه که در واقع این صحبت بشه. از سهیل جان و بابک عزیز که مدیریت میکنن میخوام که بفرمایند برنامه رو چیکار کنیم، به شکل مناظره بین این دوتا عزیز باشد یا اینکه دیگران هم صحبت بفرمایند. هنوز دوستان هستن سامان جان؟ هم کسی اعلام؟ خب پس اگه اینطوریه الان وقت آقا ناصر، یک دقیقه من اضافه دادم سوید. اشکال نداره، ولی خب اون رو 30 ثانیه من تموم میکنم عرضم رو. بفهم این احادیث اگر هم صحیح باشه، که من به زعم بنده نیست چون با قرآن در تعارض، باید بگیم حکم مولوی نیست، حکم ارشادیه. زنها در اون دوره به واسطه جناب الان عرض میکنم، یه 30 ثانیه تعارضش رو ببینید. شما یک ادعایی میکنید اما دلیل نمیارید. شما میگید حکم این آی روایتی که من آوردم با قرآن در تعارض است. آیه‌ای که نشان میده این حکم و این آیه با هم در تعارض هست کجاست؟ اون آیه رو ببنده بفرم. عرض میکنم خدمتون، شعیب نبی با دخترانش مشورت میکنه، یعنی دختران میان به پدر مشورت میدن، میگن این، حالا حکایتشو قطعا شما میدونید، میگن این موسی رو نگه دار پدر جان، جوان خبیریه، جوان مطلعیه. یا یه جایی خدا توصیه میکنه وقتی میخواید بچه رو از شیر بگیرید حتما با یه سی زن و شوهر با هم مشورت بکنند. خب این نشون میده که اولا این تعارض وجود داره. در قرآن دو جا سه جا این حکایت اومده که مثلا مردان با زنان مشورت میکنن. دوما فرض هم بگیریم این اصلا فکتی که من میدم اشتباهه، عرضم به محضرتون که این حکم مولوی نبوده. یعنی امیرالمومنین گفته با زنها مشورت نکنید، چون در اون برهه زنها تحصیلات لازم نداشتند، فلزا صلاحیت لازم رو هم برای این که مال مرد ناصر 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 صحبت نکنید. جان خب نه، من یه چیزی رو اشاره کنم، من یه چیزی رو اشاره کنم نمیدونم، من صدا هر موقع که ما میایم روی ناصر بر میگره، من احساس میکنم ناصر داره از یه گوشی دیگه استفاده میکنه و صدای ضبط میکنه احتمالاً. بله نه 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 این عرضم حضورتون، میکروفون بنده چیزه ایراد داره، اینا تو هر گروهی میرم رو میرم همین رو میگه. با چند بار لایک برگزار میدونین؟ اوکی هرج خودتون میذین. نه عزیزان دل میگم اوکی، به هر حال شما بفهمید ادامه بحث رو بریم، حالا این مهم نیست. عرض میکردم این حکم الان بهتر شد صدا؟ صدای شما اوکیه ولی ما که صحبت میکنیم صدا برمیگرده. الان درست شد؟ دوستان آره. بعد قبل از اینکه ناصر صحبت بکنه من ایشون اضافه کنم، بچه ما باید یه خود مسائل فاندامنتالی نگاه کنیم، اینکه چه احادیثی رو اینقدر وارد بشیم توش و ریزشیم گفته بشه و ازش بگذاریم یه دربارش بحث کنیم. مسائل اینجاست، مثلا حالا ناصر جان ادامه میدی شما همین ناصر بسمون بعد ثانی عرض کنم میگم خدمتتون. آره باشه باشه، من سکوت میکنم. بله بزرگواریم شما. من اینو میخواستم عرض بکنم، ما حتی ببینید روایاتی هم داریم، حتی من میخوام این رو به شما بگم، روایاتی داریم گفتن به زنها اجازه ندید نوشتن یاد بگیرند. خب این روایات رو داریم، ولی آیا فقیهی هست بگه زنها حق ندارن مکتب برن؟ چطور دختر امام موسی کاظم حضرت معصومه که در قم قبرشون هست، ایشون محدثه بودن، ایشون فتوا میدادن مینوشتند. این احادیث احادیث، چرا فقها چی میگن؟ فقها میگن این احادیث احادیث مولوی نیست، ارشادیه، یعنی این حکمی بوده متناسب با یک شرایطی. این حدیث امیرالمومنین متناسب با یک شرایطی بوده. دوست عزیز سرور بنده عذرخواهی میکنم. خب ببینید جناب ناصر، من اجازه دارم استدام کنم؟ عرض کردم بفهم. ببینید من از شما خواستم آیه‌ای در تعارض با این حکم بیاورید. شما به مسئله مشاوره اشاره کردید، خود علی ابن ابی طالب هم که با زنان اگر مشورت کردید برخلاف اون رفتار کنید. پس مسئله مشاوره اینجا تعارض نداره با اطاعت نکردن یا اطاعت کردن با زنان. ببینید شما باید ببینید
جدای از روایات، آیا در خود عصر پیامبر اسلام یا امامان هم زنان جایگاهی داشتن که شما بتوانید روایات رو نقض بکنید؟ شما در دوران خلافت علی ابن ابی طالب یک زن رو میتوانید برای بنده مثال بزنید که علی ابن ابی طالب به او بهایی داده باشه برای کارهای اجتماعی؟ اتفاقا روایات متعددی در منع عایشه داریم که دست به یک اقدام اعتراضی اجتماعی زد که منجر به جنگ شد. از نظر علی ابن ابی طالب حتی در خود نهج البلاغه هست سفارشی که به حسن میکنه مبنی بر این که زن خود رو اگر میتوانی در خانه حبس کن که غیر از تو مرد دیگری رو نشناسد. شما همین رو هم در مورد دیگر زنان میبینی که در آل سنت یا سیره پیامبر اسلام هم وجود داره. بنابراین شما هر کدام از این روایات رو باید نه تنها با قرآن، با حدیث، بلکه با تاریخ سنت و سیره تطبیق بدید. ببینید شما خیلی راحت اشاره میکنید که بله در اسلام حکم ارشادی هست، حکم مولوی هست. خب سوال من از شما اینه، چرا یک حکم ارشادی به نفع زنان وجود نداره؟ شما میدانید طبیعتا در یک محیطی که سابقه اسلامی اون بر ظلم بر زنانه، بر فرض بگیریم اینها از زمان ابوبکر، عمر و عثمان اومد که شما قبول ندارید، چرا در دوران علی ابن ابی طالب یک روایت نیومده که زنان به جایگاه برجسته‌ای برسن؟ به چه دلیل؟ خب اگر قرار ارشاد بکنید، چرا شما همون روایت ها رو در ذلت زنان به کار میبرید و تایید میکنید؟ این که شما میفرمایید این عرف زمان خودش بوده، مگر شما معتقدید علی ابن ابی طالب هم در زمان خودش زیسته و با مرگ او احکامش هم لغو شده؟ شما که اینها رو سنت و اسوه و الگو میدونید، شما بارها سخن گفتید از جامعه علوی، عدالت علوی. خب یعنی چه؟ عدالت نزد علی ابن ابی طالب این بوده که نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان نمی بایستی از توی مردان مورد اطاعت قرار بگیرن، یا این کلماتی که به کار رفته اهانت مستقیمه، به صراحت اینا در اون خدمت شیطان روزگار سپری می کنن. دوست عزیز، شما که به عنوان یک خلیفه یا امام هستی، میخوان از شما الگو برداری کنن، چگونه نیمی از جامعه رو با این الفاظ خطاب میکنی؟ پس شما هم چه فرقی با عمر و عثمان و دیگر اعراب داشتی؟ به چه دلیل ما باید شما رو الگو و اسوه بکنیم؟ خود این که شما میفرمایید مربوط به عرف اون زمانه، در درون خودش یک پیامی داره. این که آن سخن علی به درد امروز ما نمیخوره، این سخن علی برای امروز کارایی نداره، قبحش بسیار زیاده، ما هم میپذیریم. اما این اصرار شما برای این که این قوانین رو اجرا بکنیم رو نمیفهمیم. یعنی شما از یک طرف معتقدید که این احکام مربوط به زمان خودشه، از یک طرف دیگه میگید نه خیر، ما از همین کتب اربعه شیعه میخوایم قوانین رو استخراج بکنیم که جامعه ایران امروز باید از اون تبعیت بکنیم. خب این که یک بام و دو هواست. شما اول باید نگاه بکنید که این حکم ارشادی چرا برای به نفع زنان نیامده، در راستای حقوق اونها نیامده، این گونه کلمات اهانت‌آمیز به کار برده میشه، و از طرفی باید بپذیرید علی ابن ابی طالب با مرگ خودش تمام سنت، سیره، اقوال، گفتار و فعلش دفن شده، دیگه نیاز نیست به امروز. شما نمیتوانید بگویید هم علی الگوست هم به درد امروز نمیخوره. شما اول باید این رو در ذهن خودتون و در اعتقاد خودتون مشخص بکنید که بعد ما بتونیم بحث رو ادامه بدیم. چون من هر روایتی رو بیاورم، شما میفرمایید که این مربوط به زمان خودش بود، اما از اون طرف در ما صحبت میکنید از عدالت، کرامت زنان در جامعه امروز ایران که بحث از اسلام میکنید. این رو برای من مشخص بکنید، ما بحثمون میتونه خیلی بهتر بشه. ممنون دوستان. ما را سهیلا یا دوستان دیگه بنابرای برای میگن که بحث جوری پیش بره. فقط من یه چیزی که حالا از ناصر و تفکر مشابه ناصر دیدم و یه مقلطه بسیار وحشتناکی دیگه تبدیل به جوک شده، من تذکر بدم و ادامه بدیم. دوستان وقتی که صحبت از این میشه که آقا مخالفتی دارن با این موضوع که آقا داری توهین میکنی، شما داری توهین میکنی به 2 میلیارد مسلمان، اینجا رو از 2 میلیارد مسلمان استفاده میکنن، ولی وقتی از اقوال همون 2 میلیارد مسلمانی که به یک سری مسائل معتقدن صحبت میکنیم، سری میگن این قرائت ما نیست، ما شیعه هستیم. خب شیعه چند میلیونه؟ پس
پس چرا وقتی که میخواین استفاده کنین از اون قول 2 میلیارد مسلمان رو وسط میذارین، ولی وقتی قول همان مسلمانان رو به شما میگید، میگید ما قائل به اون نیستیم؟ این واقعا من برام سواله دوستان. ممنونم کاوه جان. فکر میکنم که پلویس میخواد صحبت کنه. بله نوبت منه، ولی من حرفم خیلی دور شده از بحث ناصر و آقای ایمان و فکر میکنم وقت رو بدم به ایشون. ممنونم کاوه جان، حرف نداری دیگه، کاوه جوان ما نشو. کاوه جان شما مگه میدونم من خیلی حرف دارم ولی دوستان صحبت کنم. بله پرمیز فرمودن وقتشو نمیدم ناصر اگه لطف فرمود. من وقتمو به ناصر نه عزیز من، من ناصر حرف میزنه اینجا فشار خونم میره رو ساعت چی وقتم بده. ببخشید من فکر کردم شما وقتتون رو میدین به آقا ناصر که جواب آقا سلیمانی رو بده. ناصر تنها، ناصر بیکس، ناصر تنها نیست. یا سر جان پس من درست متوجه شدم؟ ببخشید ببخشید تو هیلا، من یه اعتراضی بکنم، نفهمیدم وقت جزایتون چجوری شد که دور من حرف زدم یه دور گذاشت ناصر حرف زد، دوباره یه دور دیگه گذاشت ناصر حرف زد، بعد رسید به من. آخه ناصر پیمپانگی شد بحثش عزیز، همین قبلش اصلا به ناصر نوبت دادی، الانو نمیگم که گفتگو شد، یه دور دو دور نوبت ناصر شد ولی نوبت من نشد، بعد منم حرفم تا ادامه صحبت قبلیم بود. الان میخوای حرف بزنی یا نه؟ خب میگم که خیلی گذشتیم دیگه، لوس شد دیگه. خب دیگه بچه های جدید اومدن دیگه، تعدادی هم خب دوبار به ناصر وقت دادی. ببین این آقای ناصر آخونده، این اگه قدرت داشت نصف ما رو همین الان اعدام میکرد. اگه میخوای تبریزی هم پایان بشتی، اتفاقا ما میخواییم اینو یاد بگیرن، وقت بده به مثلا مایی که بر اساس اخلاق حرف میزنیم. خواهش میکنم پلویس جان، اتفاقا ما و کلن گروه ما، یعنی گروه جمهوری بی خدا، بچه هایی که اینجا مدیریتور هستن، ما میخواییم که بچه هایی که باورمند هستن اصلا بیشتر وقت بدیم که بیان و از خودشون دفاع کنن. در واقع ممنونم ازت که ببخشید من اجازه دارم یه نکته برس کنم. اجازه بدید پیپلشان، بازم شرمنده میدونم وقتت بود گذشت، بذار آره میخوام اینو بگم خدمت عرض کنم. آقای سلیمانی شرمنده، من اولا که ازت عذر میخوام، اگر دوبار روت رد شدیم و ندیدیم متوجه نشدیم، اینو بذار روی بی تجربگی ما. حالا شما بفرما. بله میگید که مرسی، من اصلا ناراحت نشدم، فقط حرفم در ادامه حرف قبلیم بود، بخاطر همین بگم هرسم در وقتی کلن بحث از اون گذشت. ولی اینکه میگید اینا بهشون تریبون بدیم که دفاع کنن، اینا تریبون زیاد دارن برای دفاع، زیادم دفاع کردن و اینجا چیز کسایی که نیاز دارن و خودشون دفاع کنن اتیستا هستن. این ما آتیستا هستیم که خیلی تریبون نداریم و اگه قرار باشه کسی از خودش دفاع کنه اون باید ما باشیم. دیگه در بهترین حالت بهشون وقت مساوی بدید، اصلا قابل قبول نیست که بگید ما به اینا بیشتر وقت میدیم و خودشون دفاع کنن. آخه پلیشان وقتی دوستان صحبت میکنن اصلا خودشون دارن تیشه رو میزنن اصلا، یعنی هرچی بیشتر صحبت میکنن من لذت میبرن، میدونین؟ حالا ادامه بده پلیشان. ببخش ایشون رو که حرف میزنن من عصبانی میشم، شما از چی لذت میبرید؟ من لذت میبرم چون انقدر جوابای راحت براش هست که واقعا عالیه. اوکی دوست اجازه بدید. اوکی دوستان بس منحرف میشه. آقای سلیمانی چون نکته‌ای داشتید بفرمایید، چون چند بار دیدم میکروفونتون رو باز کردید. بله بله من یه نکته‌ای رو عرض کنم خدمت شما. ببینید یکی از حربه هایی که مسلمانان به کار میبرند در مورد مسئله زنان این است که با آمدن اسلام زنان دارای جایگاهی شدند، یعنی این به منزله این امر است که در قبل از دوران اسلامی زنان جایگاهی نداشتند و با آمدن اسلام دارای یک سری امتیازها شد. من چند نکته رو عرض می کنم، اگر جناب ناصر مصادیقی دارند برای من بفرمایید من خوشحال خواهم شد. یک مقایسه ای بکنیم موقعیت زنان قبل از آمدن اسلام با برآمدن اسلام. اولین مسئله این که ما در دوران عرب حالا قبل از اسلام زنانی رو داشتیم که اینها در امور اجتماعی خودشون دخالت میکردن، یعنی حتی به عنوان امین پیمان نامه ها بودن.
از جمله ام جلاس که خاله ابو جهل محسوب میشد. زنانی داشتیم در کار تجارت بودند. یک نمونش خدیجه هست، یک نمونش خناس مادر مصعب ابن عمیر پرچمدار اسلامی که تاجر عطر بود. دیگری حتی مادر ابو جهل یعنی ابن حنظلیه بود که تاجر عطریات و ادویجات بود. و اگر اسلام در زمان پیامبر اسلام زن تاجری داره به ما معرفی بکنه. نکته دیگر، زنانی وجود داشتند که عرض کردم امانتدار بودند، یعنی پیمان نامه ها رو قریش نزد اونها میگذاشت. من نمونش رو بردم. اگر چنین زنی هم در اسلام هست، یعنی زن امانتداری که حکم باشه، ایشون به ما معرفی بکنه. ما زنانی رو داشتیم که قبل از اون شاعر بودند. و خب شاعر بودن در میان اعراب یعنی کسی که ایدئولوژی فکریه، میتونه بسیاری از وقایع رو در ذهن خودش تبدیل بکنه به نظم، بعد بخواد اونها رو در امور اجتماعی به کار ببره. این چیزی که امروزه مثلا رسانه ها دارن، در اون زمان زنان این کار رو میکردن. خب اگر حالا که یک نمونهش هم مثلا شما اسماء رو دارید در مدینه که پیامبر اسلام دستور ترور رو اون میده و همینطور زنان دیگری که وجود داشتن، در کنار اینها شما قبایلی دارید که اساساً نام زنان بر اونهاست، مثل خزاعه و قبایل دیگر و افرادی که به زنان به نوعی افتخار میکردن. مثلا منظر که پادشاه هیرست به اون منظر ما و سما که نام مادر او، یعنی نسب رو هم حتی به زنان نسبت میدادن. دیگر مسئله این که در زمان قبل از اسلام خب چند همسری وجود داشت، یعنی مردانی بودن چندین زن میگرفتن، اما چند شوهری هم وجود داشت. یعنی ازدواج رهت که در اسلام حرام شد، ازدواجی بود که در اون زن اختیار داشت با چند مردی رابطه جنسی داشته باشه یا ازدواج بکنه، که اسلام اینها رو برداشت. اسلام آمد و گفت که بله، اگر تعدد زوجات داریم به دلیل جنگ هاست و تعداد زیاد زنان، اما این ازدواج این ادله اینها رو از بین میبره. خب اگر چنین بود یه زنی نمیتوانست با 8-9-10 مرد ازدواج بکنه. ببینید اینها در اون زمان وجود داشته. حالا سوال من از جناب ناصر عزیز این است که به بنده بفرمایند با برآمدن اسلام تا دوران علی ابن ابی طالب شما چه نوع زنهایی رو به عنوان الگو در درون جامعه معرفی میکنید و اینها چه خصائصی دارن؟ خواهشاً نفرمایید که زن زنده به گور می شد. بله، دختران معدودی زنده به گور می شدن توسط برخی از قبایل که دلائل اون هم گاهی بیماری بود، گاهی نوعی کینهی که اونها نسبت به زنان داشتن، حالا به مسائل مختلف که البته قدمت هم نداشت چون به قیس بن عاصم می رسه که هم عصر پیامبره. اما در اون هم مردانی بودن که دختران رو نجات می دادن، پیش خودشون بزرگ می کردن. پس این موضوع هم به اون معنا شایع نبود که حالا بگید اسلام آمد اونها رو حفظ کرد. لطفاً در مورد این 5-6 مطلبی که من عرض کردم شما مصداق به من معرفی کنید دوست بزرگوار. من کلیگویی نمیخوام، شما مصداق به من معرفی کنید که اگر در قبل از اسلام ما 5 زنش تاجر داشتیم که امور جامعه رو داره میکردن، شما بگید ما 50 تاش کردیم. اگر شما زن امانت داری که پیمان نامه ها رو به اون میسپردن ما قبل از اسلام 2 تا داشتیم، شما بفرمایید ما 20 تاش کردیم. این میشود پیشرفت و کرامت دادن. بفرمایید. من منتظرم. دوستان من فقط قبل ایشون صحبت کنه سویل جان، بچه‌ها بابک اگر دوست دارین، من معمولا تو رومای خودم اینجوری در واقع انجام میدم، اگه فکر کنین درسته همین کارو بکنیم برای اینکه بحث پینگ پونگی هم نشه. دوستانی که سوالاتی از فرد خاصی دارن ایشون یادداشت می‌کنه، به اون فرد خاصی مخاطب قرار گرفته وقت بیشتری خواهیم داشت جواب بده و بعد بحث میچرخه. نظر شما چیه؟ اتفاقا من خواستم بگم که کاوه جان بس چون بین جناب سلیمانی و آقای ناصر هستش، دوستایی که بالا هستن اگه صحبتی دارن بکنن به ترتیب و برن تو آدینس تا این دوتا دوستامون همطوری بحث رو ادامه بدن، دوباره آخر تایم هند رایزینگ رو باز میکنیم. کاوه کوچیک من صدات کردم اون لحظه هم شد جانم عزیزم، اگه صحبتی داری میتونی بگی. خیلی بنده عرضی نداشتم، من چوندم جناب امیری اومده خیلی مشتاق بودم که صحبتهای ایشونو بشنم. به حال آقای ناصر هم طلبه هستن و به نظرم بحث جالبی خواهد شد. خیلی مشتاقم که صحبتهای این دو بزرگوار رو بشنم. خواهش کنم عزیزم. پس میری تو آدینس؟ بله بله بله. تشکر میکنم ازت. آقای هیربود و هیجا میرسم بهت.
بفرمایید. جناب آقای بله آقای سلیمان امیری به مواردی اشاره کرد که حقیقتاً نمیدونم به جز مغلطه پاسخ دیگه ای برایش وجود نخواهد داشت، چون اصلا اکثر اینهایی که اسم بردن هم در جزیره العرب هم در مکه جزو منصبداران بودند. حالا اون ماجرای تشکیل و حکومت در مدینه است، اونم از دو قبیله ای که یک داستان دیگه ای دارند و من که دیگه میرم تو آدینس، چون پاسخی براش وجود نخواهد داشت چون چیزی وجود نداره. ولی این رو حالا در بحث دیگه اگر باشه با ایشون، چون ایشون مشخصه که تحقیق کرده و پژوهشگره، حالا در این حوزه که یک حوزه جایگاه والای زنه، این اصلا یه مبحثیه که این موجودیت به قهقرا رفت حتی بعد از اومدن، چون اصلا موضوع عوض شد، گرایش ها عوض شد، بحث ثروت و غارتگری و توی حوزه‌های دیگه رفت. حالا من که خودم منتظرم ببینم آیا پاسخی براش وجود داره، که اگه وجود داره برم در مطالعاتم تجدید نظر کنم. ممنونم پیربرد جان، اگه صحبت دیگه نداری میتونی موفتو آودینس کنی. محیا جان ممنون. من فکر کنم یه دو دور از اون چیزی که میخواستم بگم گذشت، ولی خب حالا میگمش. یکی در مورد اسلام باقی و تفسیر قرآن بود که اون موقع خیلی بحثش داغ بود. میخواستم بگم که این دقیقا مقاتله نتیجه گیری کاهلان است. اسمش هم آوردم که دقیق بدونید که چه مقاتله است. و بعدش درباره یه آقای اومدن بالا، همون آقایی که دانشجو پزشکی بودن، گفتن که ما مادرمون جای خونه هست و خیلی جایگاه والایی داره و به خاطر اسلامه. اینو یادآوری کنم که جایگاه والای مادر شما فقط به خاطر قدسیت مادر بودن در فرهنگ ایرانیه، وگرنه زن اگر زن بود، یعنی مثلا شما اگر همسری اختیار کنین، حالا اختیار کردن اصلا فعل مناسبی نیست، اما اگر همسایه داشته باشید اون جایگاه رو تا قبل از مادر شدن اتفاقا نداره. و بعدیش هم همین وضعیت زن قبل از اسلام و حتی قبل از مسیحیت بود که میخواستم یه مثال از زن آقای سقراط بیارم که فکر کنم 600 قبل از مسیحیت بودن، که یه دیده خیلی خیلی کلی از زن در اون موقع میده که آقای ایمان بسیار کامل توضیح دادن. ممنون از شما. ممنونم محیا جان، میتونی بری تو آدینس اگه سوال دیگه ای نداری. شاپرک جان بهت خوش آمد میگم، میشنویمت. مرسی عزیزم. من تازه اومدم ولی فقط یه جمله رو دوست دارم بشنوم، یه جمله رو بگم. ببخشید اینطوری میگم، ولی وقتی اسم جایگاه زن میشه اصلا در اسلام، من حالم بد میشه، چون کلن اینکه زن رو براش یه جایگاهی در نظر میگیرن و بعد کلمه والا رو میذارن، یعنی انگار میخوام به زنش ببخشید بالای تاخچه، یعنی همین خودش نگاه سکسیستی به زن هستش و به زن رو یک اون نگاهی که زن رو یک ابژه جنسی میبینه. و این رو هم میخوان، دیدیم که همیشه جایگاه والا زن در اسلام جایگاه ویژه‌ای داره، بعد ولی پشتش یه ولی داره که حالا بیان تعیین کنن که این جایگاه ویژه، زن برای اینکه تو اون جایگاه ویژه قرار بگیره باید چه تعهداتی داشته باشه و چه کارهایی رو انجام بده. کل این که برای زن یک جایگاه بخوان تعیین کنن خودش یک نگاه سکسیستی به زن هستش و این نشون میده که اسلام چقدر دینه که تبعیض جنسیتی داره و آپارتاید جنسی توش در جریانه و تبعیض داره بین دو جنس زن و مرد. حالا بگذاریم که این ادیان ابراهیمی کلن جایگاهی برای انسان‌هایی که به هر حال همجنسگرا هستن یا جزء هویت و یا گرایش جنسیشون در زن یا مرد خلاصه نمیشه، که اصلا حقوق اونا رو به کل زیر پا گذاشته و حق حیات براشون قائل نشد. خیلی ممنونم خانم شجاعی‌زاده، منم به شما خیلی مقدم میگم تشریف آوردین جمع ما. چون چند بار این موضوع عنوان اتاق مطرح شد به شکل‌های مختلف، چه تاییدی، چه انتقادی و چه سوالی، من یه بار دیگه در حضوری که جمع بیشتر شده بگم، ما وقتی می‌خواستیم این اتاق رو بسازیم گفتیم بنویسیم جایگاه زن در اسلام چیست، و
به شکل سوالی باشد که موافق و مخالف بیان صحبت کنن. اما با حس طنزی که در بین بچه‌های مدیر این در واقع کلاب جمهوری بیخودیان هست، ما گفتیم بچه‌ها به مسخره، یعنی برای اینکه بگیم که ما میدونیم که چقدر اسلام زن ستیزه، ما کلمه والا رو گذاشتیم. متاسفانه نه سامان جان، من اصلا ایرادی به میدونم. نه نه من خانم ببخشید، خانم آقایون ببخشید، عذرخواهی میکنم. والای اسلام در زن رو بارها به عنوان یک زن شنیدم. ببخشید اینو که عرض کنم. نه نه آقا نصر، نه من اصلا ایراد نگرفتم، متوجه شدم. اجازه بدید لطفا. مرسی آقا نصر، اجازه بدید به شما برمیگردیم. سهیل جان مدیرن، به شما حتما وقت میدن. من خانم شجریز عرض کردم، فقط منظورم شما نبودین. قبل از اینکه شما تشریف بیارین افراد صحبت کردن، شاید بهتر بود ما یه علامت تعجبی همون آخرش میذاشتیم که برای برخی سوال پیش نیاد. من فقط درباره شما توضیح ندادم. مرسی که گوش کردیم. مرسی شاپر جان. پلیچم تو اگه صحبتی نداری میری آدینس ما بریم سراغ مهدی. من راستش میخوام صحبتمو جمع کنم، صحبتی که من در مورد رابطه N با ارزش ها داشتم حرف می زدم و دو تا نتیجه گرفتم. خلاصه حرف های دور قبل این بود که یکی این که ارزش ها در واقع فکت هایی هستن در مورد well-being، یعنی تندرستی و جاندرستی موجودات هوشیار. این نتیجه اول هم بود. و نتیجه دوم این که فکت دومی که می خواستم نتیجه گرفتم این بود که هر چقدر پیچیدگی زیستی بیشتر باشه، احتمال اینکه ما بتونیم رنج بیشتری از تجربیات رو تجربه کنیم، بتونیم رنج بیشتری ببریم یا لذت بیشتری ببریم، احساس خوشبختی بیشتری کنیم بیشتره. سنگ رو مثال زدم با مثلا یه مثلا مورچه با مثلا گوری، ما برای هر کدوم اونا به صورت متفاوتی احساس همدردی میکنیم. و نکته سوم که میخوام بگم و سریع جمعش کنم اینه که حتی تمام حرفایی که ما در مورد اخلاقیات میزنیم یه جایی وصل میشن به تجربه های موجودات هوشمند، وصل میشن به رنج کشیدن و خوشبختی، که شاید خوشبختی تعریفش خیلی خوب معلوم نباشه ولی رنج کشیدن خیلی برای همه ما قابل درک داره. حتی اگه شما مسلمون باشی، حتی اگه به یه دین باور داشته باشی که نهایتاً خوبت رو رب میده به شرایط شما بعد از مرگ، که خودش یه در واقع ادعای فکتوال هست و ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، حتی در اون صورت هم شما دوباره چیزی که دارید بهش توجه میکنی خوشحالی، یه بهشتیه که شما تا ابد توش خوشحالی با خدایی، یا زجر، یا زجر ابدیه تا ابد، یا میری بهشت یا تا ابد زجر. حتی اون دینه ها هم نهایتا به همین وصل میشن. پس در نتیجه میخوام بگم که آره ممنون میشم که سوشت جمعندی کنی پیلیسی. آره آره فوری جمعش میکنم. پس یه بازه ای از این فکت ها هست و الان ما توی دنیای زندگی میکنیم که هم ممکنه شما خیلی فقیر باشی، هم ممکنه یه مادری نتونه بچهش رو سیر کنه، هم ممکنه که خیلی ثروتمند توی کشور اسکاندیناوی خیلی زندگی خوبی داشته باشی. یه رنجی هست و اینکه ما چجوری میتونیم توی این رنج، توی این هیته قدم بزنیم، چطوری میتونیم تغییر جایگاه بدیم خیلی مشخصه. در اینکه ما خیلی جوابایی رو میتونیم بر اساس علمی به سوالات اخلاقی بدیم. مثلا اینکه خوبه که ما توی چاه، توی آب خوراکی مثلا ویروس وبا بریزیم خوب نیست دیگه، این خیلی تازهش مشخصه. و اینکه در نهایت با توجه که پاسخش مشخصه، مثلا خوبه که ما نصف جمعیت رو بیاییم بکنیمشون توی کمد مثلا لباس، مخصوصا وقتی که بیرون 120 درجه است. ببینید این به صورت علمی الان میگم، بر اساس این حرفی که زدم، به صورت علمی علم اخلاقیاتی که ما از علم نتیجه میگیریم مغایرت داره با اخلاقیاتی که مثلا از اسلام نتیجه میگیریم. اینو تقریبا خلاصه حرفی که میخوام بزنم. متوجه نکته شدیم. آره من و یه چیزی هم بگم، ما اینکه هیچ وقت به یه آخون نظر فیزیکیشو نمیپرسیم مثلا نظر تو در مورد مثلا استرینگ تئوری چیه. چرا ما میایم از یه آخون نظرشو در مورد اخلاقیات میپرسیم؟ چرا الان قراره یه مناظره بین مثلا ناصر که آخونده با ایمان که پژوهشگره باشه؟ مگه نظرات این آخوند در مورد
اخلاقیات با ارزشتر از نظرات این آخوند در مورد فیزیک. ببینید جان چون وقت تمام شد. مرسی عزیزم ولی وقت تمام شد. گرفتم. ممنونم. خیلی ازت ممنونم. سوره جان بفهم. پریس شما ممنون میشم اگه موتو آودینس کنی. مهدی جان 2 دقیقه میشنویم. من ارزی ندارم. یه سری سوالات داشتم که خیلی کاملترش رو آقای ایمان پرسیدن و واقعا لذت بردم. اگر که آقای ایمان چیزی در تکمیل دارم و وقتشون نشد برای جمع‌بندی من وقتم رو بهشون میدم. ممنونم. پس موتو آودینس کنید. هدیه جان میشنویم شما رو. من از بحثایی که دیگران میکنن دارن لذت میبرم چون زیاد تبحری تو مسائل دینی ندارم. فقط دارم میبینم اگر که خیلی اسلام و شیعه خوب بود یا اگر جایگاهی داشتیم حداقلش این بود که ما تو کشور خودمون نمیتونیم حتی لباس خودمون رو انتخاب کنیم، حتی یه لحظه روسری از سرمون میفته برامون اسمس میاد که نمیدونم این چه جایگاهی میتونه باشه واقعا تو واقعیت اصلا وجود داره همچین جایگاه؟ از چی دارن دفاع میکنن آقای ناصر؟ مرسی. ممنونم ازت خیلی صادقانه و صمیمی گفتی. فرنود جان من فقط 2 تا مطلب کوتاه بگم. یکی این که ایشون فرمودن که ما باید هر حدیث و یا روایتی رو با رفرنس خودمون که یعنی قرآن باشه مقایسه کنیم تا سندیتش. خب من میخواستم یه سوالی بکنم از ایشون. شما وقتی کتاب قرآن رو باز میکنید، وقتی ترجمه رو نگاه میکنید، متوجه میشید که در ترجمه یک جاهایی با پرانتز وجود داره. این نشون میده که این کتاب به اندازه ضعیف بوده و نویسنده این کتاب انقدر ضعیف بوده که حتی فعل و فاعل هم نتونسته جاگذاری کنه. چطور با این مقایسه میکنه؟ دوم این که حالا یک لحظه از ذهن هم پرید. دوم این که ببینید یک شخصی بوده به نام آقای طباطبایی. ایشون 28 جلد کتاب نمیشته برای اینکه قرآن را تفسیر کنه. خب این نشون میده که ایشون فهمیده که این کتاب بسیار ضعیف بوده تا 28 جلد کتاب نوشته تا بتونه اینو تازه توجیه کنه به مردم که بفهمه. من دیگه ارزی ندارم، فقط گوش میدم. متشکرم. سپاسگزارم. ناهید جان و ابراهیم عزیز اگر هستید و صدای ما دارید و نکته‌ای دارید. بفرمایید. من خیلی ممنون دوباره من نوبت دادیم. نه مرسی. من فقط بیشتر دارم به اصطلاح گوش میدم که دوستان صحبت‌های جالبی کردن. خیلی ممنون. تشکر. که دوباره من نوبت دادم. مرسی. وحید عزیز. خانم سهیلا ببخشید. ناصر اصلا به شما برگردیم ناصر. نه یه نکته خواستم، اگر دوستان تمایل دارن صحبت بکنن، من خدای نکرده نمیخوام مزاحمشون بشم. اگر رضایت دارن برام نمیپرسم. باشه اینو رضایتشون دونه دونه بپرسید. همه انسان هستن، در نظر ما همه برابر. وحید عزیز. بله بازم ممنون از وقتی که دوباره به من دادید. من در یک در راستای صحبت جناب آقای امیری که به درستی فرمودن بهانه اینا دارن برای اینکه بعد از آن زمان برای حمایت از زنانی که تو جنگ همسرشون از دست میدادن، چند همسری بعد این سوال من بارها پرسیدم که لطف کنن دوستانی که اعتقاد به این اسلام و اسلامگرایی دارن لطف کنن دلیل ازدواج محمد با عایشه سبا از این که زیر سن بود یا سن بلوغ رسیده بود و بگن، چون ایشون احتیاج به کمک مالی آقای محمد ابن عبدالله نداشتند و ایشون آقای ناصر و خیلی از همکیشان ایشون همش میگن روایت و حدیث و ما باید مطابقت بدیم با قرآن. و سوال اینجاست که وقتی خود قرآن سراسر ضد و نقیض است، چطور میشه بعد به احادیثی با اشاره کرد که یا اقتدا کرد که تازه به قرآن باید رجوع کنیم که پر از ضد و نقیضه؟ و لطف کنن دلیل اسم سوره بقره رو میشون بگن که چرا اسم این سوره ماده گاو است. و در نهایت ضد نقیض بودن
کل قرآن یک به اشتباه ترجمه کردن بسم الله الرحمن الرحیم که میگن به نام خداوند بخشنده مهربان، همچین چیزی به این ترجمه اشتباهیه. و خدمت شما اصلا تو هم سوره بقره، آقای ناصر شما که از دین اسلام دفاع میکنید، میگه ما بر قلب کافران قفلی زده این تا نور توحید بران نتابد و به آنها عذابی میدهیم عذابی علیم. ممنون از وقتی که به من دادید، من میرم تو آدینس. ممنونم وحید عزیز. خب شبه خواهش کنم کنار ما بمون. ناصر جان میشنویم شما رو. من اجازه دارم فقط یه صحبتی کنم. آره دوستان عزیز، بعد از پایان صحبت های دوستان من فعلا بستم هم رایزینگ رو، بعد باز میکنم هر کسی خواست میاد بالا دوباره. سپاسگزارم. به قول کاوه ممنونیم از شکیباییتون. ناصر جان شروع کن. یعنی با جناب آقای ایمان؟ بله با هر کس. چهارفرق ایمان بچه‌های آقای ایمان از شما سوالاتی پرسیدن، فکر کنم یاداش کردین شما، اگر امکانش هست کار پاسخ. بله بله چشم، حتما عرض میکنم محضرتون. عرضم بود جناب آقای ایمان روایتی رو خوندن منصوب به حضرت علی علیه السلام از قول شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه. من درس کردم هر حدیثی رو که از قول ائمه نقل میشه ابتدا میگویستی از حیث سندی بررسی بکنیم ببینیم سندش صحیحه. صرف این که یک حدیثی در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده باشه یا یک حدیثی در کتاب علل الشرایع آمده باشه دلیل بر اعتبارش نمیشه. شما مستحضرید کتاب اصول کافی یکی از کتابهای اصلی ما شیعیانه و حتی قبل از من لا یحضره الفقیه تألیف شده، قدیمی تر از اونه. 16,000 حدیث در این کتاب اومده. امروز روز بسیاری از دانشمندان اسلامی معتقدند فقط و فقط 5,000 از احادیث این کتاب مورد وثوق و مورد استناد میتونه قرار بگیره. دیگر ضابطه‌ای که ما برای سنجش احادیث داریم عرضه اونها به قرآن کریمه. اینکه ببینیم اگر روایتی با مفاهیم قرآنی با مگزارهای قرآنی در تعارض بود، ما اون روایت رو بنا به اونچه خود ائمه گفتن میبایستی آتش بزنیم، میبایستی به دیوار بکوبیم. این حدیثی رو که شما خوندید متضمن چند بحث بود. حضرت علی فرمودن که زنها رو در امور مربوط به خودشون حتی برتری ندید، یعنی اونها به اونها امکان و مجال ندید، با اونها مشورت نکنید، زنها رو عرضم به محضرتون که در امور سیاسی دخالت ندید. درست عزیز؟ مضمونش این بود؟ جواب ناصر اجازه بدید اول این رو بررسی کنیم بعد برگردیم به سر روایت. شما میفهمید که بررسی سندی روایت میکنیم. مرجع بررسی سندی چه کسی است و به چه دلیل نظر او بر نظر شیخ صدوق ارجحه؟ این رو برای من تبیین کنید. ابتدا نگاه کنید دوست عزیز، ما برای این که به یک حدیثی رو از حیث سندی بسنجیم می‌رسیم به راویانش رجوع بکنیم. بنده متوجه شدم منظورتون. جناب ناصر دقت بفرمایید، شیخ صدوق خودش در ابتدای کتاب اشاره می‌کنه که تمام این بررسی‌ها رو من انجام دادم و نسبت به اقوالی که از زبان معصومی علیه السلام آمده به عنوان روایت آوردن. یعنی خود ایشون هم نیامده هرچی روایت بوده بپذیره، بلکه خود ایشون میگه من این روایت ها رو دستبندی کردم، اونهایی که به وثاقتش اطمینان داشتم آوردم. حالا چگونه شما بعد از شیخ صدوق در جایگاهی قرار گرفتید که بخواید راویان قبل از شیخ صدوق رو بسنجید و بگید که ما بررسی سندی میکنیم؟ آیا این بررسی سندی شما قطعی است؟ یعنی مثلا اگر شما یک عالم رجالی برفرض ایمان سلیمانی رو توثیق کرده، عالم رجالی دیگه او رو تفسیق نکرده، شما چگونه میتونه جواب بده؟ بله بفرمایید. بکنیم. اولا همین مدعا رو جناب کلینی هم داشته در کتاب اصول کافی، گفته نقل نکردم مگر از صحیح. یک مبحثی که از در علم رجال مطرح میشه که روایت غیر از درایته، یعنی بسیاری از افرادی بودن ثقه بودن موثق بودن روایاتی رو نقل کردن، متو خودشون هم میدونستن این روایت چه بسا روایت ناسالمی باشه. چرا؟ چون علما میگن روایت غیر از درایته، این آقا روایت کرده ولی
به درایت نپرداخته. این به وضوح پیدا میشه. مثلا شما خودتون مستحضرید علی ابن ابراهیم یکی از روات برجسته و مورد وثوق ماست، بسیاری از روایاتی رو نقل کرده از افراد ضعیف. خب آیا علی ابن ابراهیم نمیدونست این فرد ضعیفه؟ ما اینجا میگیم روایت غیر از درایته، یعنی چه بسا این آقایون میدونستن که اون راوی ضعیفه، ولی برای اینکه در تاریخ بمانه و به رسالت خودشون پایبند باشن این رو نقل کردن. اون چه که در باره اجتناب صدوق فرمودید، یک ملحقه ای داره کتاب من لا یحضره الفقیه به نام نوادر، یه بخش انتهاییه، اون توثیق عام نداره مطلقا، یعنی جناب شیخ صدوق توثیق نداده. ضمن که این رو عرض کنم، ما وقتی که میخوام یک راوی رو بررسی بکنیم میریم از منابع مختلف کسب اطلاع میکنیم، از منابع متعدد. یعنی ما الان 4 کتاب اصلی داریم دیگه، رجال برقی، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، این افراد رو میسنجیم. بله چه بسا قرینه‌ای در دست ما باشه که در دست جناب شیخ صدوق هم نبوده، این قابل کتمان نیست. ببین جناب ناصر، یکی از بزرگترین مشکلاتی که غالبا شما عزیزان با اون روبرو هستید اینه که در واقع به یک روایت منتظر از حالا وقایع دیگر نگاه میکنید. ببینید شما یک روایتی رو در کتاب خودتون دارید، ما عین این روایت یا تقریبا با همین محتوا در کتب اهل تسنن داریم، تقریبا همون رو در تاریخ اسلام میبینیم و همون رو هم از فضای حاکم بر قرآن می‌بینید. شما زمانی می‌توانید بگویید که یک روایتی ضعیفه که یک روایتی معادل اون داشته باشید. یعنی مثلا وقتی من می‌گویم زنان رو بزنی در قرآن آمده، نگاه می‌کنم به روایتی، بعد نگاه می‌کنم که بله در اون روایت هم به این مسئله اشاره شده، بعد به تاریخ اسلام نگاه میکنیم که میگوید بله زبیر چنین میکرده، دیگران چنین میکردن، زنان خودشون رو هم کتک میزدن. پس ما در واقع به واسطه اون فضای حاکم بر اون مجموعه متوجه میشویم که منظور از زدن مثلا چیست، منظور از این که زنان رو نمیتوانید بر مسند کار بگمارید چیست. ببینید همین مسئله‌ای که الان شما اشاره میکنید دقیقا در جنگ جمل هم رخ داد. یعنی شخصی که حالا از نزدیکان علی ابن ابی طالب و دیگران بودن، ایشان آمد و گفت چون من میخواستم به ام المؤمنین عایشه بپیوندم، اما دیدم روایتی از پیامبر وجود دارد که حالا اینو اهل سنت هم آوردند که عایشه بزرگ اونهاست، که اشاره کرده زنی که قومی که زنی سرپرست اونها بشود راه رستگاری رو نمیپیماید، برای همین ترجیح دادم برم به سمت علی. دقیق بفرمایید، این نشان میده که روایتی که از قول پیامبر اسلام در کتاب‌های صحیحین آمده، در کتاب‌ها و مصادر شیعی به نحوی ذکر شده درسته. یعنی ما جنبه تاریخی اون رو داریم، شماتت‌هایی که به عایشه شده که به چه دلیل بیرون آمدی در حالی که زنان باید پرده نشین باشن، بعد فضای حاکم رو میبینیم و بعد متوجه میشویم که اساساً بررسی سندی نیاز نیست، چون انقدر شواهد در تایید این مسئله هست که شما مصادیق رد اون رو پیدا نمی کنید. شما زمانی می توانید بگید که بله این روایت هایی که در مورد زنان هست ضعیفه، چون ما شواهدی داریم بر ضد اون. من به همین دلیل از شما خواستم که برای مصداق زن تاجری رو که امور تجاری رو اداره بکنه در دوران 10 ساله پیامبر ذکر بکنید، زنی که امانت ها به اون سپرده می شود به عنوان حکم و امین ذکر بکنید، زنی که بتواند حالا بنوی شاعر برجسته‌ای باشه و در امور اجتماعی دخالت بکنه، این رو ذکر بکنید، زنی که بتواند بدونه حالا بنوی اجازه شوهر بدون کارهای دیگه استقلال خاص خودش داشته. من مصداق میخوام، مثلا بگویید که شاپرک شجری زاده برفرض، شما مصداق رو به بنده ارائه بکنید، بنده میپذیرم. ببین شما حتی یک مصداق ندارید برای ارائه کردن، شما یک نام به من بدی، من اون وقت همه حرفام رو پس میگیرم. یک نام در این حوزه‌هایی که من ذکر کردم در 10 ساله حکومت پیامبر بدید. یعنی آیا شده پیامبر اسلام زنی رو به عنوان امام جماعت در نظر گرفته باشه، زنی رو به عنوان رهبر یک قومی در نظر گرفته باشه، زنی رو به عنوان حالا چه میدونم هر چیزی که شما بگونید کار اجتماعی و سیاسی برجسته، یه نام یک زن رو در زمان حالا به نوعی دوران حکومت پیامبر اسلام به بنده بدید؟ یک نام میخوام از شما.
بله بنده این رو عرض میکنم حتما محضرتون، فقط بنده بگم این بحث سندی صرفا مشکل من با این بحث نبوده، من یه بحث دیگه ای رو هم عرض کردم، گفتم باید روایات رو عرضه بداریم به قرآن. این روایتی که شما خواندید که گفته بود با زنها مشورت نکنه، من عرض کردم معارض قرآنی داره، یعنی در قرآن ما آیه ای داریم که در اون آیه مبحث مشاوره با زنها مطرح شدن، اونم مشاوره ای که دختران شعیب به پدر میدهند در باره جناب موسی. جناب موسی وارد یه شهری شده، این دختران باش آشنا شدن، جناب موسی بهشون کمک کرده، بعد این دختران به منظور قدردانی جناب موسی رو میبرن پیش پدر. یکی از این دختران میگه این فرد فرد لایق و قابلیه، حتما این رو حفظ بکن پدر جان، حالا به عنوان خادم. این نشون میده ناکن جناب شعیب نبی به دخترانش مشورت میکنه و مشورت اونها رو میپذیره. یک فرد غیر ناشناس رو حسب یک مشورت دخترش به عنوان داماد برمیگزینه و در خانه خودش نگه میداره. مبحث دیگری هست اینه که در بحث رضا میفرمایند، قرآن میفرماید حولین، یعنی دو سال دختران فرزندان رو رضا شیر بدید، بعد اونجا میفرماید زوجین بایستی با هم مشورت بکنن که چه زبانی اختتام رضا باشه، یعنی شیردهی به انتها برسه. این دو مورد از مواردی که قرآن به تعریض مبحث مشاوره با زنان رو به رسمیت شناخته، فلذا این احادیثی که فرمودید معارض قرآنی داره. یک مورد دیگه هم که بنده عرض کردم، میگم ما جمیع جوانب رو دید، عرض کردم بایستی بین حکم مولوی و حکم ارشادی تمایز قائل شد. احکام مولوی احکامی هستند که از ناحیه خداوند تشریع پیدا کردند، مثل نماز تعبدی محض هست، تعداد رکعاتش و کیفیتش. یک سری احکام هستن ارشادی هن. یعنی ارشاد به حکم عقل بودند، ارشاد به یک حکم عرفی بودند. عرض کردم ما روایت داریم میفرماید امیرالمومنین مثلا با یک طائفه مشورت نکنید. خب این طائفه های خصوصیتی داره، خداوند گفته اینها الالعبد نبایستی باشون مشورت کرد. خیر، این یک مسئله عرفی بوده. من این مثالم عرض کردم، مثل اینکه به شما میگن از فلان منطقه خرید نکنید، عذر میخوام 20 سال بعد 30 سال بعد این برای فرزندان شما هم این گزاره ثابته؟ قطعا خیر، چون دستخوش تغییر میشه. این احکام ارشادی ناظر به عرف بوده. و این الان عرض میکنم خدمت شما، ببینید شما یه سری مثال هایی میزنید و بعد این رو تأمین میدید که عجیبه. مثلا میگید چون دختران شعیب اومدن با هم مشورت کردن، این به این دلیل است که مشورت در اسلام روا شده. پس من سوال از شما میپرسم، ایوب طبق آیه 44 سوره صاد تصمیم میگیره زنش رو بزنه، الله هم به او میگوید که سوگند خودت رو نشکن، او رو بزن. پس ما شما میپذیرید که چون این حکم زدنی توسط نبی به نسبت زنش صورت گرفته و این حکم هست. نکته دوم، در خود سوره یوسف آمده که به صراحت میگوید نیرنگ شما زنان حتی برجسته تر از شیطانه. خب شما چگونه اینها رو میخواید مقایسه کنی؟ آیا اینها مربوط به یک مورد خاصه یا مربوط به یک مورد عامه؟ شما از یک مورد خیلی خیلی جزئی و خاص یک حکم کلی صادر میکنید. ببینید حکم کلی مثل الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان به شدت، یعنی صیغه مبالغه، سرپرست زنان هستن. سرپرستی زنان رو داشتن در چه اموری؟ در همه امور مالی، اجتماعی، خانوادگی و بقیه امور که روایت ها هم رو تایید میکنه. ببینید شما نباید حالا مثال های مختلف رو بزنید که جزئیه. شیرخوارگی بچه، بله چون مادر شیر میده طبیعتا صاحب نظره، کما اینکه در مورد اینکه بکارت زنان ازاله شده یا خیر شهادت زنان صادره. چرا؟ چون یک امر زنانه هست. شما این از این میایید مسئله سیاسی یا اجتماعی برمیکشید در حالی که اصلا فاقد وجاهته. شما باید علت رو ببینید که دلیل اینکه شارع آمده این رو تشریع کرده علتش قابل تعمیم هست یا نه. بنابراین به نظر من شما باید یک علت کلی بیاورید یا روایات متعددی بیاورید یا مصادیقی نشان بدهید که بله اگر چون این مطلبی در مورد مشورت زنان هست. حتی یک نوزی جالبتر خدمت شما عرض کنم، بنابر نقل محدثین و مورخین خود پیامبر اسلام به غیر از امور جنگ با هیچ کس مشورت نمی کرد، فقط در امور جنگ بود که با دیگران مشورت می کرد.
پس شما زنان رو خب بفرمایید، حداقل به بنده بفرمایید در کدام یک از امور اجتماعی پیامبر اسلام با زنان مشورت کرد؟ مصداق به من ارائه بکنید من خوشحال میشم. کلیگویی نفرمایید خواهشا. یعنی وقتی من اشاره میکنم پیامبر اسلام ترور کرد، اسامی مقتولین رو میآورم. وقتی میگویم پیامبر اسلام تعدد زوجات کرد، اسامی همسران رو میآورم. شما هم وقتی یک حکم صادر میکنید، من خواهشم از شما اینه که مصداق رو هم بیارید که من بتونم حداقل ببینم که بله شاهدی در این زمینه وجود داشت. عرضم کنم راجع به زدن زنان، ما مفصل با دوستان داخل در این روم صحبت کردیم و من 3 بار 4 بار پیرامون زدن زنان توضیحاتی رو ارائه دادم و مجددا هم عرض میکنم. منتها میگم این بحث مصداق رو هم عرض میکنم، چون بنده ابتدا به ساکن وارد این مناظره شدم بدون آماده، قطعا امکانی که به رفرنس ها رجوع کنم برای مهیا نبوده. من تو از حافظه و محفوظه ان شاء الله مطالب رو عرض می‌کنم. جناب ناصر بنده هم مثل شما حتی دیرتر از شما اومدم. من عرض می‌کنم بله مطالبی هم که عرض می‌کنم با آمادگی قبلی یا اینها نبوده. خب بزرگوارین عرض می‌کنم این دست از روایاتی هم که این مصادیق رو عرض می‌کنم و فرار نمی‌کنم از زیر بارش. این روایاتی هم که فرمودید، ضمن اینکه ما یک اشاره دیگه هم به این روایات داریم، از یک جهت دیگه این روایات رو هم مورد نقد قرار می‌دیم. ناگهان ما در علم اصول یک قاعده‌ای داریم، میگن مطلق رو می‌بایستی حمل به مقید بکنید. مطلق یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که حکم کلی رو که در روایات بیان شده، اگر یک قرینه ای بود که این قرینه مقید بود، تخصیص خورده بود، شما اون مطلق رو میبایستی حمل بر این مقید بکنید. ما روایاتی که داریم مثل این روایاتی که شما فرمودید که مردان رو از مشاورت با زنان نهی میده، ما روایات بسیاری داریم که مرد رو پرهیز میده که اجازه بدید از زن خونه بره بیرون. میگه مطلقا اجازه ندارید که زن رو این اختیار رو بدید که از منزل خارج بشه. بعد علت رو هم ذکر میکنه، مثل یه حدیثی که حالا مضمونش اینه، پیامبر فرمود خداوند متعال در روز قیامت رو سیاه میکنه مردی رو که اجازه بده زنش از منزل خارج بشه و در امور مختلف از زنش اطاعت کنه. امیرالمومنین گفت برای چی؟ این حکم سنگین برای چیست؟ حضرت فرمود برای اینکه این زنها خیلی هاشون به این بهانه از منزل بیرون میروند و داخل مثلا مهمانی های مختلط میرند و اینها. حالا میگم این مضمون حدیثه. خب اینجا ناکنی علت این تشریع هم بیان شده. چند روایت داریم، میگم الان بخواید من داخل رفرنس ها میگردم، این روایات مقیده. ما اون روایات مطلقی رو که زن به شکل اطلاق مردان رو از اطاعت زنان نهی میکنه، حمل بر این روایات مقید میکنیم به موجب اون قاعده اصولی و میگیم مشورت کردن با زنان، اطاعت کردن از زنان زمانی مضمون هست، زمانی ناروا هست که خدای نکره به خلاف شرعی بیانجامه، مثلا منجر به فسادی بشه. فالمثل زن بگه من میخواهم، حالا عذر میخوام، همخوابه بشم با مرد دیگری، در اینجا اطاعتش جایز نیست. و الا ناکنین عرض کردم در امور مباح من مستندات قرآنی این که زن و مرد برابر هستن رو عرض کردم. زن و مرد از نفسی واحد خلق شدن، این منظر قرآنه، و در تمام شؤون حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. یعنی ناگهانی علم آموزی که مطلبی متوقف به جسم ما نیست، مربوط به روح ماست. وقتی خداوند میگه من زن و مرد از نفسی واحد خلق کردم، یعنی هم زن میتواند در این حوزه ها کنش داشته باشد، فعالیت داشته باشد، و هم مرد. فلذا با این قاعده اصولی، یعنی حمل مطلق بر مقید، و تمام این روایاتی که بر فرض صحت سندی، بر فرض اینکه معارض قرآن نباشه که هست، این روایات رو عرضم حضورتون حمل بر مواردی میکنیم که زن میخواهد یک فسادی انجام بدهد یا یک فسادی متعاقب اطاعت از زن، متعاقب مشورت از زن وجود داره. اما راجع به زنانی که شما فرمودید، ما روایات بسیاری داریم در وسائل شیعه. یک زنی هست به نام زینب عطرفروش در تواریخ آمده است. بابت زمان این بحث روایت زنان در روایت شیعه رو میتونی تو دور بعدی بگی؟ اگر نه الان تو یک دقیقه لطفا ببندش. مرسی. نه دور بعدی میتونم بگم، دور بعدی. بسیار خوب، در خدمت سوریل جان هستیم، اگر میخوان سوالی بکنن یا مستقیم میرین سراغ آقای سلیمانی.